همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. به دنبال پخش یا بازپخش برنامه دو هفته پیش من یا سه هفته پیش من در هفته گذشته پیرامون سکولاریسم، پرسش هایی همیهنان گرامی از من کردند، به ویژه از ایران، درباره اینکه من گفته بودم قانون اساسی مشروطه اساساً یک قانون اساسی سکولار بوده و امروز در واقع در قالب پاسخ به این پرسش ها بار دیگر میخواهم درباره جنبه های دیگری از سکولاریسم با شما سخن بگویم. ولی اجازه بدهید که پیش از آغاز این بخش برنامه سخن پیرامون سکولاریسم و بردن شما به یکی دو سفر تاریخی به یک نکته کناری اشاره کنم که دست کم برای جامعه ما اونقدرها کناری نیست، ولی برای این برنامه شاید فعلا کناری باشه. همونگونی که آگاه هستید، در روزهای گذشته دولت امارات متحده عربی، کشور ساخت و پرداخت شده برنامه ریزی شده بریتانیا برای برحال دستیابی به نفت در این منطقه، ادعا کرده که سفر آقای احمدی نژاد به سه جزیره تجاوز به حریم ملی اونهاست، یعنی این بخشی از خاک اونها محسوب می شود و در واقع ادعای مالکیت این سه جزیره رو کردن و در برنامه‌های تلویزیونی چند شبکه دیگر تلویزیون‌های این منطقه حتی از این صحبت کردن که از سال 1925 یا 1304، زمانی که شیخ خزعل از فرمان روایی در خوزستان برکنار شد و به تهران آورده شد، اهواز عربی هم یا الاهواز هم، منطقه خوزستان هم یا عربستان هم به قول اونها، در اشغال نیروهای ایران می باشد. طرح این نوع مسائل طبیعتاً در هر دوره‌ای در تاریخ ما وجود داشته. اینکه دولتی بیاید و ادعا بکند که این جزیره یا آن جزیره متعلق به من است، همونجور که سالهای دراز ایران ادعای مالکیت بر بحرین رو داشت و از نظر قراردادی هم این ادعا کاملا درست بود، فی نفسه چیز غریبی نیست. یعنی این رویدادها در زندگی هر کشوری در هر گوش و کنار جهان بارها و بارها روی میدهد، بارها و بارها اتفاق میفتد. آنچه که این دعوی دولت امارات رو به ویژه در دوران کنونی بسیار مهم میکنه در این است که این دعاوی یا این سخنان پیرامون تمامیت ارضی ایران در دوره‌ای مطرح میشود که ما با خطر جنگ، با خطر دخالت خارجیان در امور داخلی ایران از راه نظامی روبرو هستیم و میدانیم که دولت عربستان و بسیاری دیگر از کسانی که جمهوری اسلامی رو به هر دلیلی خطری برای خودشان میدانند، در سودای این هستند که به تنش‌های قومی در ایران دامن بزنند. راستی این است که رفتار جمهوری اسلامی در این سالها، ماجراجوی اتمی که این حکومت به اون دست زده است، به جای یک درایت در برخورد به همسایگان، درایت در برخورد جهانی، درایت در حل مسئله تنش با کشورهای غربی، وضعیت رو به جایی رسانده است که این ماجراجویی ها حتی تمامیت ارضی ایران رو تهدید میکنه. اینکه یک دولت ضعیفی مانند امارات که اصلا آبادان شدن دبی در ارتباط است با اقتصاد ایران برای سالهای گذشته، ادعای چنین گستاخانه بکند دلیل ناتوانی کشور ما در خاورمیانه و در جهان می باشد، نه توانایی. این در واقع گرفتاری بزرگی است که ما میبینیم که مثلا در جمهوری آذربایجان کسانی به پارلمان این کشور پیشنهاد کردند که نام آذربایجان، جمهوری آذربایجان، به جمهوری آذربایجان شمالی تغییر پیدا بکند تا اونها زمانی بتوانند با به قول اونها بخش جنوبی خودشون مثل کره شمالی و جنوبی متحد بشوند. اگر رفتار جمهوری اسلامی این گرفتاری رو برای جامعه ایران ایجاد نکرده بود،
این نوع ادعاها از سوی دولت امارات جز یک شوخی تلقی نمی شد. شوربختا که ندانمکاری سیاستمداران ایران، ندانمکاری دولت مردان ایران اساساً موقعیت ایران رو آنچنان در جهان و منطقه ضعیف کرده که یک دولتی مانند امارات به چنین ادعاهای گستاخی دست میزند. به هر حال غرضم این هست که ما بیش از پیش باید در بیابیم که حاکمیت ملی، تمامیت ارضی بیشتر بیشتر و بیشتر پیوند پیدا می کند با دموکراتیزه شدن اداره کشور. هرچه بیشتر مردم احساس مالکیت نسبت به این سرزمین بکنند، نسبت به دولت بکنند، نسبت به آب و خاک هم خواهند کرد. هنگامی که دولت از راه‌های خودکامانه و از راه فساد از جامعه جدا می شود و به یک گروه حاکم بر جامعه از راه زور تبدیل می شود، امکان تنش‌های درونی، تنش‌هایی که می تواند حتی به تمامیت ارضی ایران زیان برساند هم افزایش خواهد یافت. در واقع باید گفت که امروز گذار از این وضعیت کنونی در گروه دموکراتیزه کردن سپهر سیاست ایران است. یعنی ما نمی توانیم مسئله منفرد شدن ایران، فشار اقتصادی ناشی از تحریم رو و همچنین این تهدیدهایی که همسایگان حالا گاه به صورت لفظی و گاه شاید در آینده از راه عمل انجام میدهند رو از گرفتاری سیاسی در جامعه ایران جدا بکنیم. راهی جز دموکراتیزه کردن سپهر سیاست در ایران برای کاهش این تنش ها از جمله با همسایگان و با کشورهای دیگر نیست. با این مقدمه اجازه بدهید که به گفتگوی امروز بپردازم و برای اینکه بحث سکولاریسم رو بهتر روشن کرده باشم، البته من فراموش کردم که از شما پوزش بخوام چون در سفر هستم و از راه اسکایپ با شما صحبت میکنم، شاید کیفیت برنامه امروز به خوبی برنامه هایی که من در استودیو انجام میدهم نباشد. این رو بربنده ببخشایید و بپذیرید که گاه به دلیل سفر از راه های مانند اسکایپ یا راه های از این دست باید استفاده کرد و امیدوارم که دست کم محتوای صحبت های من به ناتوانی امکانات فنی نباشد. این که گفتم شما را به چند سفر تاریخی خواهم برد، نخست اجازه بدهید که برای روشن شدن مسئله سکولاریسم در ایران و ارتباط دادن اون با نکته‌ای که این دوست گرامی در یکی از دوستان گرامی در ایمیلشون با من مطرح کردن اشاره به اروپا بکنم، به سکولاریسم در اروپا، سپس به ایران بپردازم. در اروپا برخلاف تاریخ شرق، ما با نظام‌های شهریاری شاید تنها در حدود 500 سال پیش روبرو شدیم. یعنی پیش از 500 سال پیش در دوره دراز تقریبا میتوان گفت هزار ساله پیش از عصر روشنگری در اروپا، کلیسا به عنوان یک نیروی فوق‌العاده قدرتمند و دارای حاکمیت مستقل رفتار میکرد. یعنی کلیسای کاتولیک دارای ارتش بود، مالکیت بر بسیاری از زمین‌ها رو داشت و حتی بر سر اینکه نجیب یا نجیبان، نوبلتی به قول معروف، آیا از قدرت کلیسا بیرون می‌آید یا از قدرت زمینداران محلی، جنگ‌های زیادی در اروپا از جمله در آلمان در گرفت تا به تدریج قدرت کلیسا به دنبال عصر روشنگری و دوران مدرنیته ضعیف شد و سرانجام دولت‌های شهریاری، حکومت‌های شهریاری، پادشاهی در اروپا شکل گرفت و با شکل گرفتن حکومت‌های پادشاهی در اروپا، اروپای به هم پیوسته بیرون از انگلستان، به تدریج زمینه گفتمانی برای بحث جدایی دین و دولت هم در اروپا مطرح شد. اساساً در گفتگوی پیرامون سکولاریسم در اروپا مسئله بر سر این بود که در ساختار فرمانروایی دین یا ساختار دینی باید از نهاد اداری جامعه جدا بماند. چرا؟
چون در درازای هزار سال پیش از اون نهاد دین بر تمام ساختارهای فرمانروایی در اروپا چیره شده بود. خب این رو به ایران برگردانیم. واقعیت این است که در تاریخ ایران ما با چنین پدیده‌ای دست کم در هزار سال گذشته روبرو نبودیم. یعنی در ایران پس از اسلام اساساً ساختارهای ایلیاتی فرمانروایی جامعه ایران رو در کنترل و دست خودش داشته. اساساً ساختار فرمانروایی در ایران ساختار ایلیاتی بوده، به این معنا که یک دسته ایلی دسته های دیگر ایلی رو با خودش متحد می کرده، دسته های دیگر ایلی رو شکست می داده و سرانجام دولتی مانند مثلا غزنویان، سلجوقیان و دیگر دسته های متکی بر شمشیر ایلیاتی رو در جامعه حاکم می کرده. در این راستا طبیعی است که دین در کنار این ساختار فرمانروایی گاه رقیب و گاه متحد فرمانروایی به شمار می آمده، اما هیچگاه در هیچ دوره تاریخ ایران ساختار دینی توانایی چیره شدن بر این قدرت شمشیر سران ایل و دسته هایی که به هر حال در قالب دولت های ایلی بر ایران چیره بودند رو نداشته. حتی در دوران صفویان که مذهب رسمی ایران برای نخستین بار مذهب شیعی شد، حتی در این دوران هم این دولت بود که روحانیان رو به کانون سیاست، به کانون اداره جامعه راه داد و نه بالعکس. و با این حال همان روحانیانی هم که در کانون دولت و اداره جامعه شرکت داشتند در سایه قدرت پادشاه بودند، نه بالعکس. به همین دلیل در تاریخ ایران ما با چیرگی ساختار دین بر ساختار فرمان روایی مانند اروپا هیچگاه روبرو نبودیم. دولت در ایران اساساً عرفی باقی مانده. اینکه دولت مداران یا سران دولت ها یا سران حکومت ها یا حاکمان محلی به دلیل باورهای دینی به هر روی رفتار مذهبی حتی می کردند ارتباطی با عرفی نبودن اونها ندارد. در کشور ما بنابراین وقتی ما به مشروطه می رسیم گرفتاری فرمانروایی و دین در ایران یا رابطه فرمانروایی و دین در ایران مانند اروپا نیست. یعنی موضوع مشروطه مانند انقلاب‌های اروپایی جدا کردن ساختار دین و دولت به مفهوم کلاسیک کلمه نیست، بلکه چیرگی دین در حوزه‌های دیگری در کشوری مانند ایران روی داده. دو حوزه اساسی حوزه چیرگی دین در تاریخ ایران بوده، یکی حوزه آموزش است و دیگری حوزه قضاوت. یعنی اگر در اروپا چیرگی دین یا ساختار دین اساساً در صورت فرمانروایی و اداره جامعه بوده، در کشور ما در حوزه فرمانروایی عمومی جامعه نبوده، بلکه در حوزه آموزش بوده و قضاوت. یعنی قضات شهر اداره ساختار قضایی ایران رو در درازای تاریخ پیش از مشروطه در دست داشتند و در حوزه آموزش هم جز مدارس مذهبی به ویژه در 500 سال گذشته پیش از مشروطه زمینه و محیط و موقعیت دیگری برای آموزش برای ایرانیان وجود نداشته. انحصار علما بر دین و قضاوت حوزه اساسی چیرگی دین در زندگی اجتماعی جامعه است، نه فرمان روایی. به همین دلیل هم مقایسه اداره جامعه در اروپا با ایران برای بحث سکولاریسم یک نگاه کاملا نادرستی است. اجازه بدید من از نظر چون ساعتی مقابلم نیست مطمئن بشم که از زمان لازم بیشتر صحبت نمی کنم، به حوزه و حریم آگهی ها تجاوز نمی کنم، فرصت زیاد داریم. برگردم به رشته گسسته کلام. تاریخ ایران برخلاف اروپا تاریخ چیرگی نهاد دین بر اداره جامعه نبوده، بلکه چیرگی دین در حوزه قضاوت و آموزش بوده. و به همین دلیل هم با اینکه در مشروطه قانون اساسی مشروطه فی نفس قانونی سکولار بود، از اونجایی که توجه کافی و لازم از سوی نخبگان جامعه به این دو حوزه بسیار بسیار مهمه دخالت دین
در زندگی اجتماعی نشد و توجه چندانی به مسئله اهمیت ساختار حقوقی قضایی در ایران انجام نگرفت، حتی در تدوین قوانین جزایی در ایران ما سایه چیرگی شرع رو یا شریعت رو همچنان میبینیم. یعنی در قوانین جزایی ایران، قوانین مدنی ایران در دوره پس از مشروطه هم همچنان نفوذ دین کاملا مشهود است. با اینکه دادگستری جدید یا عدلیه جدید اساسا یک عدلیه عرفی است، عدلیه سکولار هست، ولی خیلی از قوانینی که در ایران وجود می داشته، این قوانین طبیعتا تحت تأثیر آموزه‌های دینی است، به ویژه در حوزه آموزش. حالا از نظر قضایی تا حدود زیادی می توان گفت در دوران رضا شاه و محمد رضا شاه ساختار حقوقی ایران ساختار سکولار شد. من به فساد و گرفتاری های خودکامگی و مسائلی از این قبیل کار ندارم، ولی می توان گفت که ساختار دادگستری ایران، کانون وکلا در ایران، قوانین ایران اساساً قوانین سکولار بودند. اما در حوزه آموزش برخلاف حوزه قضایی ما نتوانستیم از زمان مشروطه آنگونه که به راستی سکولاریسم میپذیرد حوزه آموزش سکولار رو، آموزش غیر دینی رو از حوزه دینی جدا بکنیم. اگرچه در دوران رضا شاه نفوذ یا تأثیر آموزش شرعی در مدارس نسبتاً کمرنگ بود، اما بعد از شهریور 20 به دنبال یک جنب و جوش گسترده رضا شاه زدایی، یعنی نقد به خودکامگی رضا شاه همراه با نقد به همه ارزش‌های مدرنی که در زمان مشروطه تا اون هنگام به وجود آمده بود و همه ساختارهای مدرنی که ایجاد شده بود، بار دیگر نفوذ آموزش‌های شرعی، آموزش های دینی و شریعت در حوزه آموزش، در حوزه دبستان ها، دبیرستان ها افزایش پیدا کرد و این یکی از زمینه های بسیار بسیار مؤثر در زدودن فاصله میان دین و دولت در ایران بود، نه در ساختار فرمان روایی بلکه در حوزه آموزش. اگر شما همیهنان گرامی صدای گربری رو در اینجا میشنوید، به این دلیل است که بنده میهمان دوستی هستم که گربه بسیار گردن کلفتی هم داره و من یکی که زورم نرسیده که این گربه رو از این اتاق خارج کنم که صدای اون شما رو آزار نده، ولی به هر حال با پوزش از شما برمیگردم به رشته گذشته کلام. بنابراین این نکته‌ای که یکی از دوستان در ایمیلشون با من مطرح کردن که آیا میتوان گفت که قانون اساسی مشروطه سکولار بوده، هنگامی که به گفته ایشان من در مدرسه، میگویند که من در مدرسه رنج میبردم از اینکه با اینکه مذهبی دیگر داشتم مجبور به این بودم که درس دینی بخوانم، یا در خانه اونقدر آموزش دینی نمیدیدم ولی در مدرسه مجبور بودم که آموزش مذهبی ببینم، شرعیات بخوانم، قرآن بخوانم. نکته بسیار درستی است، ولی این ارتباطی با قانون اساسی مشروطه نداره. ساختار فرمان روایی به طور کلی، ساختار حکومت در ایران پس از مشروطه ساختاری اساساً سکولار بود. به داوری من پیش از مشروطه هم ساختاری سکولار بود، ولی به ویژه پس از مشروطه رنگ و نمای سکولار این ساختار فرمان روایی بیشتر و بیشتر شد. جایی که این رنگ و نمای سکولاریسم بسیار کم رنگ بود، بسیار ضعیف بود، در حوزه آموزش کشور بود که شوربختا به ویژه بعد از شهریور 20، به خصوص پس از آمدن آیت الله قمی از عتبات به ایران، از عراق به ایران، و معامله‌ای که آیت الله قمی در سال 1122 با دولت سهیلی کرد و امتیازهایی که از دولت سهیلی گرفت که یکی از اونها جدا کردن مدارس مختلط بود. مدارس تا اون موقع دبستان‌ها در ایران دختران پسرانه با هم بودند و زمان سهیلی سال 1122 به این طرف به تدریج مدارس جدا شد و تا سال 1126 دیگر مدرسه مختلط یا مدرسه دختران پسرانه با همی در ایران باقی نمانده بود. افزایش پیدا کرد آموزش‌های مذهبی در مدارس. آیت الله بروجردی هنگامی که مرجع تقلید شد، او هم باز معاملاتی با دولت کرد
و دولت پذیرفت که درس شرعیات رو در مدارس افزایش بدهد. سالیانی پس از اون در حدود سال 1344 به طور رسمی وزیر فرهنگ اون زمان بخشنامه صادر کرد که چگونه باید در کلاس در مدارس آموزش قرآن بخش به هر حال مهمی از آموزش درسی کودکان نوجوانان بشود و امتیازهایی بود که دولت برای جلب روحانیان به اونها میداد. در این زمینه است که من موقت با این دوست کاملا موافق هستم در ایمیلشون. این ارتباطی به قانون اساسی مشروطه نداره. در هیچ کجای قانون اساسی مشروطه چنین اجباری به چشم نمیخوره که باید در آموزش مدرسه‌ای، در آموزش دبستانی یا دبیرستانی حتما آموزش‌های دینی چیره باشد. یکی از زمینه‌های بسیار بسیار برجسته سکولاریسم در اروپا، در غرب، از جمله در آمریکا هم، در این است که در حوزه آموزش شما با این چیرگی یا نفوذ باورهای مذهبی کمتر روبرو هستید. به این معنا نیست که در مدارس، در دبستان‌ها، در دبیرستان‌ها در اروپا درس بیدینی می‌دهند، اما درس رو با آموزش‌های مذهبی با هم در هم نمی‌آمیزند، چرا که آموزش باید یک آموزش مبتنی بر علم باشد، مبتنی بر دانش باشد، نه الهیات. انسان‌ها حق دارند که جدا از آموزش‌های زمینی، هر گونه آموزش الهی هم که علاقمند هستند، هر گونه آموزش‌های دینی هم که علاقمند هستند ببینند. این جای چنین کاری یا در خانه است یا در مدارس مذهبی، ولی ساختار آموزشی جامعه نمیتواند ساختاری باشد که در اون دانش و الهیات با هم پیوند پیدا کرده باشد، در هم آمیخته باشد. من خود به یاد دارم که در دبیرستان ما کلاس شرعیات داشتیم و اگر پرسشی می کردیم مورد پرخاش معلم شرعیات قرار می گرفتیم. در کنار من همکلاسی هایی بودند که کلیمی بودند، زرتشتی بودند، مسیحی بودند، یا آدم هایی بودند که برای در یک خانواده‌ای که پایبندی به دین نداشتند پرورش پیدا کرده بودند. اونها هم چاره جز این نداشتند که در این کلاس های شرعیات بنشینند و به حرف های یک آخوند بدون عمامه گوش بدهند. این یکی از بزرگترین گرفتاری های ضعف سکولاریسم در ایران بوده. یعنی در حوزه آموزش، نه در حوزه فرمان روایی، ما با آمیختگی، در هم آمیختگی دین و دولت، دین و دانش رو به رو بوده ایم. نه دین و دولت، دین و دانش رو به رو بوده ایم. و این پس از انقلاب اسلامی از یک آمیزش کمرنگ به یک چیرگی پررنگ تبدیل شد. یعنی از هنگام انقلاب اسلامی شما اگر توجه کنید، نخستین جایی که دولت جمهوری اسلامی دست گذاشت برای اینکه همه ارزش‌های سکولار رو در جامعه ایران از میان ببرد، حوزه آموزش بود. و همین روز هم یکی از بزرگترین دغدغه‌های جمهوری اسلامی در این است که در حوزه آموزش نقش دانش زمینی یا نقش ارزش‌های سکولار در آموزش بیشتره از مذهب. یعنی دغدغه بی جایی دارن، چون چنین چیزی نیست. ولی حتی این مقدار کمرنگی هم که در زمینه‌های شاید چیرگی شریعت در آموزش آشکار، یعنی اونقدرها روشن نباشد، به این هم خورده می‌گیرند. بنابراین در تاریخ ایران بزرگترین گرفتاری آمیزش دین و دولت، یکی در این حوزه آموزش است و دیگری در حوزه قضایی. حتی در حوزه قضایی هم اگر توجه کنید، برگردید به رویدادهای بلافاصله پس از انقلاب 57، یکی از نخستین نهادهایی که مورد دگرگونی قرار میگیرد نهاد قضایی در ایران است. به جای دادگستری و دادگاه‌های عرفی که در جامعه ایران وجود داشته، دادگاه شرع و دادگاه انقلاب و قضات شرعی می‌نشینند و همه چیز از این تعنای دین در حوزه قضایی گذر می‌کند. بنابراین اگر امروز هم ما دغدغه سکولار ساختن جامعه رو داریم، جدا از این که پس از 33 سال حکومت دینی مسئله جدا ساختن فرمان روایی جامعه از ساختار دینی بسیار بسیار مهم شده در جامعه، بازگشت به این بحث که در حوزه آموزش و در حوزه قضایی، در حوزه حقوق، باید نقش
شریعت رو کمرنگ کرد و به طور کلی کاهش داد و آموزش باید متکی بر دانش زمینی باشد و قضاوت باید بر پایه قوانین زمینی باشد، بسیار جایگاه مهمی پیدا می کند. یکی از گرفتاری های تاریخ پس از مشروطه هم کمبها دادن در واقع به این دو زمینه است، نه به زمینه های اداری جامعه که اونقدرها نقش روحانیون درش قوی نبود. اجازه بدهید که پس از شنیدن آگهی های بازرگانی به ادامه گفتگو با شما بپردازم. با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو. مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت آماده همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط می‌باشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201-312-427-0911 تماس حاصل فرمایید. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا: واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس ویگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا، سرزمین فرصت‌های طلایی، بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من، پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی، شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com، چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون، نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com.
همیهنان گرامی، درود دیگر باره بر شما. به رشته گسسته کلام باز میگردم. اجازه بدهید که یک نکته رو که در بخش پیشین گفتم اصلاح کنم، برای اینکه به یادم آمد که خود من در دبستان مختلفی درس خوندم. وقتی اشاره کردم به اینکه دولت دبستانهای دختران و پسران را از سال 1322 از هم جدا کرد، مراد من دبستانهای دولتی بود. همچنان مدارس خصوصی یا به عبارت اون موقع می گفتن ملی، خیلی از مدارس به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران تا حدودی مختلط باقی ماند. بعضی از اونها در یکی دو سال اول مختلط بودند، بعضی از اونها تا کلاس ششم ابتدایی هم دختران و پسران با هم باقی ماندند. این موضوع البته تأثیری در بحث من پیرامون نقش مذهب، جایگاه شریعت در حوزه آموزش نمیگذارد. شما اگر بازگردید و کتاب‌های درسی سال‌های از شهریور 20 به این سوی رو نگاه کنید، حتی بعد از مثلا سال‌های حتی 40 رو نگاه کنید، می‌بینید که در مقدمه این کتاب‌ها یا در همون برگ‌های نخست این کتاب‌ها، هنگامی که نام کسانی رو که در نوشتن این کتاب‌ها دست داشتند یا ناظر بودند بررسی می‌کنید، افرادی از سوی وزارت آموزش پرورش، پیشتر فرهنگ، با پیشینه دینی در تنظیم بسیاری از این کتاب ها دست داشتند. در سالهای پیش از انقلاب آقای باهنر و بهشتی در وزارت آموزش پرورش کارشون نظارت بر کتاب های درسی بوده که مبادا کتاب های درسی سخنی به دور از شریعت در اونجا گفته بشود. یعنی دولت سکولار این چنین میدان و بهایی رو میداده به نقش علما و روحانیان که دو نفر، آقای باهنر و آقای بهشتی، کسانی که پس از انقلاب 57 نقش بسیار مهمی در جمهوری اسلامی یافتند، اونها در نظارت بر کتاب‌های درسی شرکت داشتند. و یکی از بزرگترین گرفتاری‌های ناتوانی سکولاریسم در ایران دقیقا در همین زمین است، در زمینه چیرگی یا دخالت شریعت در حوزه آموزش. شریعت نباید در حوزه آموزش دبستانی و دبیرستانی، آموزش مدنی، آموزش غیر دینی نقش داشته باشه. منظور من این نیست که یک پدر و مادر مسلمان حق ندارند که فرزند خودشون رو با شریعت و قرآن و دین و مسائلی از این دست آشنا بکنند، حق دارند، یا یک پدر و مادر مسیحی یا کلیمی، فرق نمی کنه. ولی اینکه شما در مدارس دولتی با بودجه دولتی درس دینی رو اجباری بکنید، یکی از نمونه های برجسته ناتوانی سکولاریسم در ایران است که امتیازی است که متاسفانه دولت سکولار برای دلایل سیاسی ویژه‌ای به ساختار دینی در جامعه ایران می‌داده. رشته دیگری که اشاره کردم متاسفانه به دلیل نقش دین در تاریخ ایران و به طور کلی در تاریخ بشر، اساساً در اختیار علما یا روحانیون در بسیاری از سرزمین‌ها قرار داشته و در ایران شاید بتوان گفت بعد از انقلاب مشروطه کم رنگ شده ولی از بین نرفته، حوزه ساختار حقوقی قضایی است. اجازه بدهید که در این زمینه مقدار بیشتر توضیح بدم. اصولا ساختن مدرن، جامعه مدرن یا مدرنیته در اروپا با یک دوران طولانی فرهنگ حقوق روبرو بوده، یعنی پیدایش ساختارهای بسیار نیرومند حقوقی در اروپا زمینه ماندگاری مدرنیته رو تا حدود زیادی تضمین کرده. استقلال ساختار قضایی، ساختار حقوقی در جامعه، فرهنگ حقوق، فرهنگ قانون یکی از مهمترین زمینه‌های مدرن کردن جامعه است. مدرن کردن جامعه ساختمان نیست، جاده نیست، راه آهن نیست، اینها هم بخشی از مدرن سازی جامعه است و
ولی مدرن سازی جامعه اساساً مدرن سازی انسان جامعه است. یعنی شما بدون انسان مدرن نمیتوانید جامعه مدرن بسازید. و برای اینکه انسان مدرن، انسان نو، انسان باورمند به ارزش‌های زمینی و قوانین در جامعه بتواند پرورش پیدا بکند، باید فرهنگ قانون، فرهنگ حقوق بر جامعه چیره باشد. تا در سالهای پیش از انقلاب مشروطه یا در تا میانه دوره ناصرالدین شاه ما چیزی اصولاً به نام باور به حقوق یا باور به قانون در جامعه ایران نداشتیم. نخستین، یکی از نخستین کسانی که پیرامون این موضوع نوشت که نام برنامه من از نوشتار او برگرفته شده، شادروان مستشار دولت تبریزی بود که کتاب یک کلمه رو نوشت که حتی خود اون کتاب هم اساساً با زبان و قلم مذهبی نوشته شده، ولی درباره قانون صحبت کرد، یا پس از اون میرزا ملکم خان و بسیاری دیگر. ولی فرهنگ حقوق در جامعه ما فرهنگ بسیار جوانی است، ناتوان هست به طور کلی. و حتی پس از مشروطه هم اگر چه ساختار دادگستری در ایران، نخست عدلیه و سپس دادگستری در ایران شکل گرفت و در ساختار دادگستری اساساً بر پایه قوانین نوشته شده در با مصوبه مجلس کار می‌کردند، ولی چون فرهنگ حقوقی در تاریخ ایران اساساً متأثر از ارزش‌های شرعی بود، ما با پیدایش یک فرهنگ حقوق مدرن در ایران به طور جدی روبرو نبودیم و بدون وجود یک ساختار حقوقی و فرهنگ باور به حقوق و قوانین به طور بسیار چیره در جامعه، ساختن یک جامعه مدرن بسیار دشوار است. در واقع باید گفت در اروپا و در آمریکا پیدایش ساختار مستقل قضایی، ساختار مستقل قضایی زمینی، مدنی، غیر دینی یکی از مهمترین مؤلفه های ماندگاری مدرنیته و سکولاریسم بوده. ناتوانی ساختار حقوقی در ایران که از سوی دو نیرو در جامعه ایران مورد هجوم قرار گرفته بود پس از مشروطه هم، یکی از ضعف‌های مدرنیته ما به شمار می‌رود. این دو نیرو چی بود؟ یکی از این دو نیرو کوشش نیروهای مذهبی جامعه بود یا روحانیان بود برای اینکه این ساختار حقوقی تازه پایه پس از مشروطه رو اجازه ندهند که استقلال از شریعت استقلال پیدا بکنه. گرت شرعی بر بسیاری از قوانین حتی جزای ایران پاچیده شده بود. گرفتاری بزرگتر از اون اما کوشش دولت برای تابع کردن ساختار حقوقی در ایران بود، یعنی کوشش دستگاه اجرایی در ایران برای اینکه دادگستری تابع دستگاه اجرایی باشد، قضات بر پایه دستور پادشاه یا دستور حاکم یا دستور نخست وزیر عمل بکنند، استقلال نداشته باشند. و با تضعیف ساختارهای حقوقی پیدا شده پس از مشروطه از سوی این دو نیرو، مذهب به صورت چیرگی ارزش‌های ماندگار دینی در حوزه قانون و دولت از راه ناتوان کردن استقلال قوه قضایی و ساختارهای حقوقی در جامعه، ما با یک نهاد ناتوان قضایی در ایران، ناتوان سکولار قضایی در ایران روبرو بودیم. پس از انقلاب 57 که کار یکسره شد، یعنی با چیرگی مطلق ارباب دین، با چیرگی مطلق قضات شهر و روحانیان بر تمام ساختارهای حقوقی در ایران، به طور کلی اون نیمچه استقلالی هم که یا نیمچه سکولاریزم نیم پختهی هم که در حوزه قضایی ایران وجود داشت، اون هم از بین رفت. و شما امروز وقتی به قوانین جمهوری اسلامی نگاه میکنید، میبینید به ویژه در حوزه حقوق و قضایی به طور مطلق از چیرگی دین صحبت میکنند. رئیس قوه قضایی یک مجتهد است، طبق قانون اساسی ایران باید مجتهد باشد، قضات همین مجتهدند، قاضی غیر مجتهد اصولا در ایران نقش چندانی ندارد، قوانین بر اساس باورهای دینی تنظیم شده است و ما با یک ساختار قضایی به طور مطلق شرعی در ایران روبرو هستیم. و در این ساختار قضایی به طور مطلق شرعی شما نمیتوانید هیچ نشان و
گواهی از قانون بر پایه رفتار و عقلانیت زمینی پیدا بکنید. همه چیز بر پایه شریعت است و بر بالای این ساختار هم شریعت مداران نشستند. و همین دلیل هم در بحث‌هایی که امروز پیرامون سکولاریسم در ایران وجود داره، باز بر می‌گردم به نتیجه گیری که در بخش اول با شما مطرح کردم. استقلال ساختار قضایی در ایران از دین و دولت، از دین و قوه اجراییه، و استقلال ساختار آموزشی در جامعه از نفوذ شریعت یکی از مهمترین زمینه‌های ساختن و ماندگار کردن یک جامعه سکولار است. اما این موضوع من رو به یک مسئله جنبی دیگر هم میرساند، و اون یکی از گرفتاری‌های بسیار ماندگار تاریخی در کشور ماست که همچنان در حوزه سیاسی و فرهنگی جامعه از دوران بسیار گذشته کهن در ایران پایداری می‌کنه به صورت‌های مختلف و تأثیر داره در ماندگاری پیدایش اصولاً یک ساختار مدرن و سکولار در ایران، که شاید در برخورد به این مسئله ما یکی از دلایل ناتوانی انقلاب مشروطه، ناتوانی مدرنیته ایران رو هم دریابیم. کشور ایران برای نزدیک به 1000 سال بر ساختارهای ایلی استوار بود، و در این ساختارهای ایلی شاه یا حاکم در کانون فرمان روایی قرار داشتند. شاه در حوزه سرتاسری و حاکمان در حوزه های محلی. شاه معمولاً از اشراف ایل بود و حاکمان هم از اشراف پایین تر ایل. مشروطه کوشید به این ساختار کهن 1000 ساله در ایران پایان بدهد، یعنی دولت ایلی رو به دولت مدرن تبدیل بکنه، و به همین دلیل هم مجلس ایجاد شد، مجلس نمایندگان، نمایندگانی که رئیس ایل یا نجبا و نخبگان و اشراف ایل نبودند، بلکه نمایندگانی بودند که از دسته‌های گوناگون جامعه، بازرگان، زمیندار، شاهزاده، حتی زارعان، اینها انتخاب می شدند. پس از چند سالی در ایران انتخابات مستقیم شد و مردم به طور مستقیم می توانستند نماینده انتخاب بکنند. آن چیزی که در ایران تغییر پیدا نکرد، فرهنگ دگرگون شده ایلیاتی در حوزه سیاست ایران، به این معنا که اگر در دوران پیش از مشروطه ما با ساختار فکری و اداری و فرمانروایی ایلی روبرو بودیم، پس از مشروطه سیاست رجلی، اتکای به یک فرد یا افراد برای اداره جامعه، افراد معین و معدودی برای اداره جامعه، سامان اصلی اداره جامعه شد و یک نوع خودکامگی فردی، یک نوع اداره جامعه بر پایه توانایی‌های یک فرد یا چند نفر، حالا در دوره‌های گوناگون پس از مشروطه به تناوب، این بر جامعه ایران نه تنها در حوزه فرمان روایی چیره شد، در سیاست ایران هم چیره شد، در سیاست مخالفان حکومت هم چیره شد. یعنی ما نتوانستیم در جامعه بر پایه ارزش‌های مدرن دولت مدرن برانگیخته و ساخته شده از اراده مردم با شرکت مردم رو بسازیم، و در مخالفان دولت هم ساختارهای ماندگار به هر حال دموکراتیک یا مدرنی که بتوانند مردم رو به بازی بگیرند، مردم در اون شرکت کنند، جدن به وجود نیامدند. حتی در مترقی ترین جریان های سیاسی تاریخ ایران اساساً یک یا دو نفر حزبی رو ایجاد می کردن، جز پدیده حزب توده که جای صحبت جداگانه دارد، او به جای فرد یک ایدئولوژی رو در کانون خودش قرار داده بود. بیشتر احزاب سیاسی، گروه های مختلف، از حزب دموکرات قوام السطره تا جبهه ملی، اینها همه قائم فرد بودند،
یک فرد حزبی رو ایجاد میکرد مانند حزب دموکرات قوام سلطنه، با رفتن اون فرد اون حزب از بیان میرفت. مصدق در کانون جبهه ملی قرار داشت و پس از مصدق جبهه ملی هرگز دیگران جبهه ملی دوران مصدق نشد. اگر بنا باشد ما در ایران به یک دموکراسی ماندگار، به یک جامعه سکولار ماندگار دسترسی پیدا بکنیم، یکی از زمینه‌های تحول در جامعه ایران گسست از این ارزش تاریخی فرهنگی است. یکی از بکرنج‌های بزرگ جامعه ما این ارزش فرهنگی سیاست و زندگی بر پایه یک نقش فرد هست، نه نقش جامعه. احزاب مدرن در کشورهای اروپایی احزاب متکی به فرد نیستند. احزاب مدرن در دنیا احزابی هستند که اگرچه ممکن است یک فردی رهبر آن حزب بشود، ولی با اون فرد نمی آیند و بروند، بلکه اون فرد رو در واقع در دل دامن خودشون پرورش می دهند و پس از رفتن اون فرد یا کنارگیری اون فرد افراد دیگری بالا می آیند. جامعه مدرن جامعه متکی به احزاب سیاسی است. جامعه مدرن جامعه متکی به ساختارهای انجمنین هست، به نهادهای اجتماعی است. جامعه مدرن متکی به تعدد نهادهایی است که در هر گوش و کنار جامعه، در اداره جامعه یا در حل و فصل مسائل جامعه درگیر هستند. شما نگاه کنید اگر به جوامع پیشرفته مانند فرانسه، آلمان، آمریکا نگاه کنید، ببینید که در هر گوش و کنار این جامعه، حتی در یک منطقه شهری، با ده ها نمونه انجمن روبرو هستید. انجمن هایی که در کار اداره محل درگیر هستند تا مسائل سیاسی و اجتماعی، یعنی مردم به طور فعال در سرنوشت خودشون شرکت دارن، حالا یا به صورت حزبی یا به صورت انجمنی یا به صورت نهادهای اجتماعی و مدنی. ما یک دوری در تاریخ ایران رو آزمون کردیم، یکی از درخشان ترین دوران های تاریخ ایران در آزمایش یک شکلی از حضور مردم، دوران مشروطه یا دوران دموکراسی انجمنی هست که نزدیک شاید به 100 انجمن در سرتاسر ایران به وجود آمده بود و این انجمن ها در واقع با شرکت حالا بخشی از مردم، در اون زمان بسیاری از مردم نمی توانستند، توانایی رو نداشتند، دانش این رو نداشتند، سواد این رو نداشتند که در این حوزه ها شرکت بکنند، ولی انواع و اقسام انجمن ها ایجاد شده بود. حتی بردگان آزاد در جنوب ایران انجمن درست کرده بودند. انجمن های زنان ایجاد شده بود در دوران پیش از مشروطه و پس از مشروطه. انجمن های صنفی ایجاد شده بود و این انجمن ها در کارزار مشروطه و کارزار ساختن اون دموکراسی به هر حال ناتوانی که در ایران برای دوران کوتاهی به وجود آمد نقش داشتند. ولی فرهنگ اقتدار فردی، فرهنگ رجلی، فرهنگ این یک مرد در چه در حکومت و چه در مخالفت با حکومت نقش چیره و توانا داشته باشد، در ایران از دوران ایلیاتی ماندگار شد و جامعه نتوانست از این گسست ایجاد بکند. ساختن جامعه مدرن به گسست از این ارزش ها، از این نوع، از این فرهنگ ارتباط دارد. شما نگاه کنید به همین جنبش 2-3 سال گذشته، جنبش سبز که آغاز شد. این جنبش سبز نتوانست، یا این جنبش اعتراضی در ایران نتوانست از چهارچوب پشتیبانی آقایان موسوی و کروبی تبدیل بشود به یک جریان اجتماعی مستقل از این دو شخصیت، تبدیل بشود به احزاب سیاسی یا یک حزب سیاسی یا چند حزب سیاسی، به نهادهای اجتماعی تبدیل بشود که اگرچه ممکن است رهبر هم داشته باشد، اگرچه ممکن است طرفداری از این آدم یا اون آدم هم بکنند، ولی تبدیل بشود به نیروی مستقلی از این آدم ها. این یک گرفتاری بزرگ فرهنگی جامعه ماست. ما جدا از گرفتاری های سیاسی در جامعه با این بقرنج بزرگ فرهنگی روبرو هستیم که نتوانستیم در این 100 و اندی سال که از انقلاب مشروطه می‌گذرد و در این 150 سالی که از مدرنیته در ایران، آغاز مدرنیته و فکر نو در ایران می‌گذرد، از این فرهنگ دوران ایلیاتی
گسست پیدا بکنیم و به این نتیجه برسیم که برای ساختن جامعه نو ما به وجود و حضور گسترده وسیع‌ترین نیروی مردم از راه نهادهای اجتماعی احتیاج داریم. این نهادهای اجتماعی به صورت انجمن‌هاست، ساختارهای مدنی است، ساختارهای صنفی است، سندیکاهاست، احزاب است، نیروهایی است که در تقابل و در نزدیکی با یکدیگر جامعه را در واقع به جلو می‌برند و نه نقش فرد، نه افرادی که به صورت نخبگان بخواهند چه در پوزیسیون و یا اپوزیسیون، چه در حکومت یا مخالفت با حکومت نقش چیره داشته باشند. هنوز هم در میان مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم ما با این درد روبرو هستیم. تصور این است که اگر گروهی افراد صاحب نام گرد هم جمع بشوند و اینها کوشش کنند که مثلا یک اپوزیسیونی بپا کنند و مخالفتی سرهم بکنند، مسئله حل خواهد شد. سالهای درازی چنین میکنند و به جایی هم نمیرسند. چرا که ما از این فرهنگ دوران ایلیاتی گسست نکردیم. مسئله دموکراسی در یک جامعه فقط قوانین نیست، فقط ساختارهای فرمانروایی نیست، ماندگار شدن و به طور کلی جدی شدن یک دموکراسی یا پیدایش اون حتی در یک جامعه مانند ایران به وجود ساختارهای مدنی نیرومند، از احزاب تا سندیکاها، نهادهای مدنی، انجمنهای محلی برای اداره هر گوشه از این جامعه ارتباط دارد. اشاره کردم به ساختار حقوقی در ایران. شما نگاه کنید در تمام کشورهای پیشرفته جهان یکی از مهمترین نمونه های استقلال قوه قضایی کانون وکلای این کشورها بوده است، یعنی ساختار حقوقی مستقل وکیلانی که در این دادگاه ها نقش دارند در کشورهای اروپایی و در ایالات متحده جایگاه اساسی در ماندگاری ساختارهای مستقل حقوقی داشتند. ما در ایران اگرچه یکی از کهن‌ترین ساختارهای غیر دولتی کانون وکلای دادگستری در سال 1300 بوده، ولی این کانون وکلا تا سال 1332 خورشیدی، پایان 31 خورشیدی، استقلال پیدا نکرده بود. در سال 1332 در دوران نخست وزیری مصدق است که وزیر دادگستری اون زمان لطفی سرانجام استقلال به کانون وکلا داد، ولی به زودی این استقلال هم کمرنگ شد پس از سالیانی. و میدانید که یکی از نخستین نهادهایی که مورد هجوم طرفداران اندیشه‌های چیره اسلامی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت همین کانون وکلا بود که استقلال خودش رو از دست داد، حتی نامش هم عوض کردن، کانون وکلای اسلامی شد. این نمونه‌ای رو از اون اشاره کردم. ما اصولا نمونه‌هایی از این نوع کانون‌ها، از این نوع انجمن‌های صنفی یا انجمن‌ها و نهادهای ماندگار در ایران بسیار کم داشتیم و در دوران کنونی شاید شماری از اینها بیشتر و بیشتر به وجود آمده، ولی گسست از این ارزش ماندگار تاریخی پذیرش یک فرد به عنوان کانون تحول، کانون دیگرگونی در جامعه، چه به صورت رهبر جامعه، چه به صورت رهبر مخالفان، یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها و بغرنجی‌های دوران مدرن به شمار می‌آید. به نظر من در ساختن جامعه آینده ایران یا برای ساختن یک جامعه مدرن در آینده ایران راهی جز این در برابر جامعه ما نیست که با گسست از این ارزش فرهنگی به ساختن نهادهایی بپردازیم که بتواند یک دموکراسی نهادینه شده، یک مدرنیته نهادینه شده را در جامعه ایران ایجاد بکنه و این به شرکت گسترده مردم در همه زمینه‌ها نیازمند است. و برای اینکه چنین کاری صورت بگیرد این تحول فکری در میان نخبگان جامعه باید روی بدهد که بدون شرکت گسترده مردم در نهادهای اجتماعی، در احزاب، ساختن و ماندگاری دموکراسی و مدرنیته در ایران تقریبا محال است. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.